درود بر همیانان ارجمند شاین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان برنامه 18 هم از سری برنامه های تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی رو در خدمتتون پی میگیریم در نشست هفدهم نشست پیشین مروری داشتیم به آنچه که پس از شهریور 20 در ایران گذشت چهرهای سیاسی نقش هایی که بازی کردن مسئله حزب توده فدایان اسلام و رسیدیم به در حقیقت شخصیت سپابود رو از مارا و همچنین ایشون که در حقیقت یکی دیگه از قربانیان ترور فدایان اسلام بودن و مطلب ناتمام بود که میکوشیم که این جستا رو از اینجا پی بگیریم هنوز در دهه 20 و سی شاید ناگفتهایی باقی مونده و در ادامه می رویم به پس از 28 مرداد و آنچه که در دهه چهل و پس از اون رخ میده. امیدواریم همین جوری که داریم جلو میریم پرسش هایم که اینجا و آنجا شما مطرح می کنید در شبکه های اجتماعی می پرسید و پوشش بدید و بهش در خلال برنامه بپردازیم. شهرام گرامی درود بر شما رشته به رو میسپارم تا اینکه پی بگیریم از اونجا که گفتگو ناتمام بود شان جان درود بر بینندگان بله ما رسیدیم تا مرگ رزمارا من ببینم اگه شیر سکرین رو بتونم هم بتونیم من هاست کنیم شان جان بله حتما سهم شما باید بتونید الان شیر بله بله فقط واسه که ما بریم تو حال و هوای تصویر اه الان اه رزمارا دیده میشه نه بله بله ده ده. بله, این رزمارا چند ماه بود تقریبا که کنم دویز پنج و شست روز اینا نخست وزیر بود یعنی هشت نه ماهی بود هشت نمای بود تا اینکه کشه شد کشه شد نشان که من عرض کردم سیستم اینجوری بود که فضا خیلی عصبی بود و فدایان اسلام که در هر صورت همش دنبال نفی اون حکومت دنیوی بودن میگفتن باید الله نمیدونم بر ایران حکومت کنه و اینا بنابراین همه حکومت ها اینا یه جوری قاسبن نمیدونم زیادی فرنگی هن، مدرن هن, فلان هن. و جبه ملی هم اینجا باشون حالا اگر رسمی به بیرون ولی پشت پرده بعدش نمیمد که اینا هژیر و رزمارا رو از میدان بیرون کنن البته من عرض کردم که از خود اونا که بپرسیم میگن که نه شاه میخواستش که رزمارا کشته بشه که مثلا خطر کودتا و اینا نباشه البته خب در مورد که دیگه نمیشه چونه زد بر حال اینایی که میگفتن که ما یه جورایی باید با انگلیسیا کنار بیایم با یه قرارداد بهتر از آنچه که پیشتر داشتیم مهم. و شاید کوشش کنیم یه چیزی بشه شبیه اون چیزی که آمریکا یا فعلا با هم قراردادی هاشون میبندن حالا تو مکزیک، عربستان، هر جای دیگه ما مگه بتونیم 5 پنجا پنجا در بیاریم عالی حالا یه خورده زیر هم باشه بی نداره ولی درآمد بسیار بیشتر از اونی باشه که قبلا بوده که با این درآمد کشور <applause> رو بسازیم وقتی نظر صنعتی رفت جلو اون موقع میتونه خب اون استقلال روحیش هم بیشتر بیشتر به دست بیاره تو آسیای غربی خودی نشون دست این حرفا چیزی که بعد محمد هم دنبالش بود هواداران جبهه ملی میگفتن که نه این باید از راه ملی شدن نفت ناگهانی انجام بشه اون انگلیسی هم باید اینجا با یه اردنگی به بیرون پرتاب بشن استقلال استقلال سیاسی ایران که بعد از فتح از بین رفته چون اونا دیگه همه جا دست میازن و آدم دارن و سفارت دارن و معمور دارن و اینا این باید به پایان درسه بنابراین ما باید با یک ضربت ناگهانی و پر سر و صدا که اونم یه بار بفهمند دیگه اصر استعمار تو ایران تموم شده اونا رو بندازیم بیرون و ناگهان همه رو ملی کنیم و اینها حالا هرچی که اونجا کوشش شده بود رفته بود رز ما را یه خورده رسمی تر جا و توی پارلمان میداد تو مجلس و میگفتش که خب وقتی ما اینجا موضوع خورده مرغ و تخم و یعنی اینکه ما اول باید استقلال داشته باشیم که بعد کارهای صنعتیمون رو انجام بدیم البته با در نظر گرفتن مشکلاتی که داره اگه شما خود ملی کنید نفتو که انگلیسی هم خب گلایه میکنن میگه ما اینجا سرمایه گذاری کردیم به چه حقی تاسیسات رو از ما میگیری اگر میخوای بگیری باید یک قرامت اساسی بدی قرامت هم که نمیخوای به اون صورت بدی اگه بخواد خیلی اساسی باشه که اصلا ملی کردنش معنا نداره به اون حالت پس بدون قرامت اصلا ملی کردنم که تقریبا یه حالت انزل بین المللی هم بغرنج یا غیر داره رزمارا میگفتش که آیا واقعا باید ملی کنیم قبل از اینکه بخوایم مقدار این کشور رو بسازیم یا اینکه بهتر فقط سم درآمد اونو ببریم بالا ایدئال اگه بشه تا پنجا پنجا و بعد اون موقع وقتی که از راه اون کارهای عمرانی در کشور رو میکنیم و تعداد آدم های باسواد و کارا مخته از یه حد بحرانی بگذره ده سال دیگه دوازده سال دیگه پانزده سال دیگه این کشور اون موقع نه تنها اصلا دیگه جلوی انگلستان و هر کس دیگه که صلاح دید میتونه محکم بیسته بلکه خیلی کارهای دیگه هم میتونه بکنه وقتی که اون پرسنل داشته و اون زیر ساخته داره اون یکی ها جپ ملی در رزش مصدق میگفت نه این حتما باید جوری دیگری باشه اول ما باید به دست بریم نیروهای استعماری رو کاملا بیرون کنیم فکرشون هم لازم شد خرد کنیم در حقیقت پیش گفت اینجوری یه خورده اعتبار ملیمون رو دوباره به دست بیاریم و بعد دیگه وقتی ملی کردیم حالا اگه قرامتی هم دادیم ندادیم که الان بدیم باید جزئی باشه چون خیلی ما رو به ما زور گفتن استعمار کردن اینها بعد دیگه با اون درآمد دیگه میریم پیمانکار میاریم اون که دیگه کاری نداره حالا یه کسی ممکنه با خرد یه آدم متعادل به بیشه کسی مثلا تو فرنگ باشه بزرگ شده باشه که ما الان بعد از انقلاب خب تبعیدی به فرنگ بسیار داریم امیدم توی این محیط منطقی منطقی فرنگ بزرگ شده کشتی داریم ما الان تا هزار تا ایرانی داریم اینا ممکنه گوش کنن بگن آقا کجا این داستان سنگه گریه داره خب اینا بشینن یه کامپرامیسی پیدا کنن یک راه میانه پیدا کنن این دیگه این همه دیگه هم دوشنام دادن نداره چون هر جفتشون یکی میخواد دیگه چون رزماره رو بگیریم چه مصدق بگیریم، هر جفتش میگه من میخوام آخر سر اینجا رو بسازم و روحی سنتی مستقلش کنم یکی میگه تو این ترتیب که اول سهم درآمد ببریم بالا زیر ساخت رو بسازیم بعد با اعتماد به نفس صنعتی و پرسونل اونا رو بندازیم بیرون یا هر کار دیگه که میخوایم بکنیم یکی دیگه شو میگه نه حتی اول بنزین بیرون نتی یکی میخوام بدن برسن کشور میخوام بسازم آخر سر. بنابراین این کجاش که اینقدر گریه داره دیگه اینقدر گلوی همدیگر گرفتن دیگه نداره یا حتی یک کسی بیاد دورا دور چشمک بزنه به فدایان اسلام که برون اون ها رو بکشه که این بتونه ترش رو پیاده کنه نداره کسی کارا دیگه نداره که اگر داستان به این سادگی بود در خاورزمینی های مسلمان که خب الان اینا یک سری کشور صنعتی می داشتن دیگه حتما یه جای مخشون عیب داره <applause> که از کارهای ساده هم چنان گسست ها و درگیری های بر می که همه چی در آتشش میسوزه میره در پایان هم مثلا بیننده اصلا نمیفهمه چی شد یعنی بیننده فرنگی که نگاه میکنه اصلا, نمی... اصلا چی هست اینا به گلوی هم اصلا افت اصلا داستان چی بود اصلا این هم یکی از بهترین مواردشه که مصدق میگفتش که نه حتما از این راه باید انجام بشه و دیگه اون اتفاقاتی که افتاد که گفتیم که احتمالا این دوتا هم قربانیش بودن حالا یه احتمال آیا کسی ممکن بگه احتمالش نیست که دست کم این دومی را از رو واقعا خود دربار مثلا کمک کرده باشه که حذفش کنن که امکان کود تاین نباشه خب در همیشه امکان هست ولی از اونجا که رفتنش شبیه به رفتن حجیر بود و اون هم همون موضوع گرفته بود حالا فرقی نمیکنه چه چپ ملی چشمک زده باشه به فدایان که اینا رو بکشید چه دربار را باز کرده باشه مهم اینه که فضای اون کشور به حمدالله عصبی و بی هست و بود حالا الان که اصلا دیگه باقی شده اون موقع رو میگیم داستان اینه که وقتی که رزمارام کشته شد که دو دومی آدمی بود که شاه شا روش حساب میکرد رو تواناییاش رو اینجا این آخری خود امبیوالنت بود هم حساب میکرد هم خود ازش نگران بود شاه شا به چپ ملی علامت داد که آقا که واقعا اصرار داری که از اون راه میخوای بیای درستش کنی خوبی درست کن و بعد از یه مدت حالا فهمی رو که ما بهش نمیپردیم چند روزی فقط بود حسین علا اومد به عنوان یه جور گذران فضا که تا اینا بخوان به بیند... نتیجه برسن که بگن خب حالا میذاریم جپ ملی کاراش رو این بار انجام بده راه برای اونا باز میکنیم پشتیبانی میکنیم ظاهرا یکی ها رو که هرکی میگه اون, را... اون یکی راهو که اول پنجا پنجا بکنیم که میگیرن میکشن <applause> خب اه... بذاریم حالا جپ ملی اگه حرفی داره بیاد انجام بده حسین الان می که همون سیاست مدارس که تا روزگار رضا پیشینش باز پس و اینها داستان درازی داره تا خود هر کدوم از اینها نوبت آقای مصدق شد مصدقم هم که حالا ما وارد زندگیشون رو نمیخوایم بشیم که همه همین این جزئیات از خودشون همه رو میدونن دیگه بس که تو این چند ده سال گذشته در مورد همیشه صحبت شده نمیدونم هر کدوم از این شخصیت ها حالا مصدقی که از معروف ترین که آقا کجا درس خون چیکار نکرد چرا که ایشون رفت و حقوق خوانده بود وکالت خونده بود در سوئیس و نمیدونست که مدتی هم میخواد مثلا برگرد ایران یا نه بعد ولی برگشت و بعد تو فرایند انتقال قدرت به زمان رضا شاه یه سخنرانی های برجسته ای کرد داخل اون گروهی که میگفتن که بهتر آدم مثلا این ابداع نکنه و یه تغییر دودمان نده و داستانش درازه میگم بیننده خوش از ما بهتر میدونن ولی بیشتر بیشتر بعدا فرم گرفت یا جا افتاد به عنوان شخصیتی که حساسیت روش رو تمرکز داد روی مسئله پایان استعمار و توی هنگام جنگ دوم هم که من عرض کردم که موقعی که روسا خواستن یه چنگی بندازن رو نفت شمال و حزب توده و اینا با اونا همکاری میکرد مصدق جلوشونو به شدت گرفت و روی هم رفته تو این مسیر کار میکرد که ما مهمترین کار کردمون ایجاد استقلال فلفوره شرم جان چون اشاره کردی به یه مقدار از کارنامه مصدق در پیش از اینکه به نخست وزیری برسه من دو سه تا چون اشاره کردی به نقشش در استادگی برای تغییر دودمان از قاجار و پهلوی من دو تا در حقیقت رخداد مهم بود که مصدق نامش در اونجا وسط اومد که یکی در مورد اعلام جمهوریت بود هنگامی که دوستان سردار سپه تصمیم گرفتن برای پایان دادن به دوره قاجار مسئله جمهوری رو پیش بکشن و مثل ترکیه ایران, هم به سوی جمهوری بره دی در مجلس خیلی شدید مخالفت کردن که مدرس بود، مصدق بود و چند تا چهره دیگه و بعدم کلا مردم استقبال نکردن تظاهراتی شد و نهایتا سردار سپه گفت که این ایده کنار میگذاره و ایران پادشاهی میمونه و بعد از چند سال هنگامی که مسئله تغییر دودمان شاهی پیش کشیده شد چهار نفری که در اون مجلس مؤسسان مخالفت کردن با تغییر دودمان یا رأی مخالف یا رأی ممتنه دادن اگه شما بدن یادت هست تصدیق منو مصدق بود مدرس بود ملک و بهار بود یحیای دولت آبادی بود چهار پنج تا چهره پنج تا فکر کنم بودن که رای موافق ندادن خود علام, علام بود حتی اون لحظه حسین علام بود که اینا با تغییر دودمان موافق نبودن ولی خب اکثریت موافق بودن و انجام شد ولی یه نکته منفی که من تو کارنامه مصدق میبینم و کمتر بهش پرداخته میشه پس از ترور زندیات احمد کسروی در اینکه قاتلان کسروی در حقیقت به نوعی تبرعه بشند اونجا نقش داشت و بعد در پس از مریه یا قتل در حقیقت سپه بود رزمارا توسط فادیان اسلام ایشون در مجلس گفت که رزمارا بنابر فتوای علمای اعلام محدور و دم بوده که خب برای کسی که داره کار قانونگذاری میکنه سالهاست نمانده مجلس شورای ملی است در سوئیس رفته سالها اونجا بوده درس خونده اومده خیلی حرف شدید و قلیزی است که یک فردی محدود دمه برای همین مثلا قاتل یا قاتلان نباید تحت پیگرد قرار بگیرن اینم فکر کردم برای اینکه یه مقدار از روحیات مصدق رو با همیانانی که کمتر آشنایی دارن آشنا بشن بگیم که مصدق آدمی بود که بازی سیاسی میکرد یعنی به هنگامش گرچه احتمالاً هیچ باوری نداشت که چیزی به نام محدود دم مثلا وجود داره یعنی کسی که خونش عرض کنم خدمتون موبایل برای من این اشکالی نداره کشتنش توی قرن 20 و توی جامعه متمدن ولی از این برگ ها از این کارت ها بازی میکرد برای اینکه اهدافش پیش بره و به اون که میخواد برسه ها ببین اون اگه حالا ما یه زمانی میتونیم در مورد زندگی ایشون بشه از سخن بگیم اگه مثلا اهمیتی بود ببین این این استاندارد رو باید از ذهنشون بینندگان امروزی بندازن که کسی از این کسان اون زمان رفتار شست رفته بود ببین من خودم این, این افراد رو نمیفهمیدم تا موقعی که حالا کودکی که انقلاب شده اومدیم فرنگ و اینها تا موقعی که چند سال پیش اینور وارش به این ور وارد شدن به سیستم های سیاسی ایرانی های خورده نگاه کردن تو همین تبعید تو اپوزیسیون اینها من اونجا مسائلی که دیدم خیلی به من یاری رسوند که من ایران اون روزگار قبلم در یابم. چون من که با اونا که بزرگ داشتم که تو آلمان بزرگ شدم این رفتار فقط آلمانیا رو در میابم از کودکی این این بی ثباتی از شاخه به شاخه پریدن هر لحظه یه دری باز شد یه امکانی باز شد اونجا پریدن اونو قاپیدن این فرهنگ میشه گفت نامش میشه قبنامشو. چپو یا اینکه فر چیه که اینا تو این 1400 سال آموختن از هم بزنه در رو آره بزنه در رو بگیر و ببند اصلا به کارهای اینا ایمان ندارن که طبیعی این خاورزمینی های مسلمون اینجوری هستن اگه میخواید دنبال آدم استوار بگردی در اون دوران شاید با زربین بگردی شاید مثلا دو تا پیدا کنی مثلا شاید یکیش کسروی بوده که اونم دیدی قوم تحمل نکرد خودش ترتیبشو داد شادم مثلا چیز بوده مثلا دومش هم احتمالا قرام حسین صدیقی بوده جامعه شناس و اینا اون هم آدم خیلی خیلی حساس و سختگیری بوده بقیه این سیستم سختگیری و استواری و محور اعداد رو این روشن اخلا اینا نمیفهمه اینا رو این هر لحظه از در در میتونه به اون در بیفته حالا کس کسی ممکنه بگه این وسط مثلا مصدق مثلا یه خود زیاده از حد مثلا آتیش بیاره معرکه بود و اینها <applause> اونو داوری کردن در موردش خیلی سخت و اونو باید نشست تمام پروتکل های مجلس اون زمان رو خوند و دید که میزان این از شاخه به شاخه پریدن و چپو کردن و ناگهان رنگ عوض کردن اینا تو بقیه چقدر بوده که حالا تو این یکی چقدر بوده <applause> ولی اینی که ای تفلی هم خب بالاخره با بزرگ شده اون تمدن فاسد اسلامی اون کشور بوده بعد تمام این داستان قش و زیر پتو رفتن و گریه کردن و از این ور افتادن و به اون محدور و دم گفت اینا من گمان نکنم اگه با ما ما ماشین زمان میرفتیم موقع نگاه میکردیم حالا قش و مش و پتوش و اینا خب آره این یه خورده زیادی اغراق میکرد ولی تو مجموعه اگه نگاه میکردیم گمان نکنم میگفتیم که این خیلی از اون یکی فاسدتره. یعنی می رفتیم اونجا و زد و بندای دائمی رو که این خاور ها پشت پرده با هم می کنند و به هیچ چیز ایمان ندارند یعنی به هیچ مخرج مشترک هیچ هیچ محور اعداد استوار به هیچ 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 اینا ایمان ندارند برای همین هم هستش که آخر سر همین عرب پرستا و مسلمان ها هرچی که نامشو بذاریم اینا رو زدن کنار اومدن سر کار و چل سال دارن میتازونن در اینکه این یکی ها، حالا این یکیا به هم فقط دنبال چپ و کشتن و اینا هستن ولی توی این مسئله مسیر چپ و کشتن دستکم یه محور اعداد کاری دارن به نام قرآن و اینا که با اون میرن جلو یه هدف مشترک دنبال میکنن اون یکیا چون هیچی درست حسابی دنبال نمی کنن و دائم از شاخه به شاخه می پرن. اصلا سیستم نداره سازمان نداره حالا البته اگه خود مصدق اینجا بود ممکن بود از دست این گفتاره منم خشکی می شد یا چند تا اون اسای تو سر خود من میزد زد می که آقا من دنبال اینم که اینجا انگلیسیا، برن بیرون و استقلال پیدا بکنه شما چطور میتونید ادعا کنی که ما خودمونم هدف روشنی نداریم من ادعا میکنم ولی که حتی یه آدمی مثل ایشون که میگفتش که من یه هدف روشن دارم که بیرون کردن نیروهای استعماریه و بعد برساختن از بنیاده برخلاف اون یکی ها که میخوان فعلا کامپرومیس کنن و از این حرفا من ادعا میکنم خود ایشونم اگه شرایطی میکرد که میتونست از یه راه دیگری خودش رو برچسته کنه و وارد میدان بشه یه رنگ عوض میکرد این هیچ گناهشون نیست دا این خاور زمینی هم که من در خارج دیدم در اپوزیشن هم همشون همین جوری هم. یعنی شما اونجا اون چیزی که ما اون صداقت اون اروپای های شمالی یا هدفمندیشون اون وجدانشون اون همچین چیز اونجا وجود نداره هدف و محور اعداد و حرکت و استواری از این خبرها نیست اونجا جلو چشمت از این شاخه به اون شاخه میپره از اون شاخه به این شاخه اینجا رو چپو میکنن اونو میگیرن با این زده بند میکنن اونو به کام مرک میدن از این در میان یهو میهن دوست میشن یهو گریه میکنن یعنی یک آشفتگی یک شو عجیبی است درست. بله 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 این تفلی هم یکی از هم اونا بود اگه کسی بگه خیلی بدتر بود من میگم نه اشتباه میکنی خیلی بدتر نبود حالا این وسط بگیر رو به بند یه هدفی هم دنبال میکرد ولی انقدر عصبی اینو دنبال میکرد م. که آخر سر دیگه آدم میپرس از خودش که آخر بشه سود رسون که آسیب یعنی احتمالا شاید میزان آسیب آخر بیشتر بود و هیچ منظور بدی هم نداشته نه از جای دستور میگرفت نه مال میگرفت نه حقوق فقط به هم مثل بقیه خواهر عصبی بود شهر خیلی نکته زریفی بود تو حرف در گفتی که من نوکر جایی بود نه جای دستور میگرفت ما یک رسم به نظر من ناپسندی هست در میان مردم تو فضای سیاسی که کلا تو تاریخ معاصر تو تاریخ این صد سال گذشته چه این چل سال چه پیش از اون صد سال گذشته هر چیزی رو هر کسی رو به یک سیاستی میبندن به امریکا به روسیه نمیدونم به آلمان به انگلیس و فکر میکنن الزامن باید هر کسی دنبال این باشه که داره خیانت میکنه به کشور یعنی نمیتونن اینو در نظر بیارن که ممکنه ابدا طرف انگیزه بدی نداره ولی بهتر از این نمیتونه عمل کنه یعنی فقط این... ناکارآمدن فقط ناکارآمد نا... یعنی نا... این گوهرش اینه این سرشتشه بهتر از این نمیتونه کار کنه و در ضمن اون خودخواهی ها منیت ها مثلا طرف میگه من ایران دوستم ممکنه ایران دوست باشه ولی مثلا ده درصد اون میزانی که خودشو دوست داره بس یعنی بس. این خود ها الزامان همه نه باید دومیشون به انگلستان روسیه امریکا یا آلمان یا جای بسته باشه این یه چیزیست که من فکر میکنم توی تحلیل تاریخ صد سال گذشته ما خیلی گذافهگویی در بارش شده و مردم به نظر من برای همین از پیدا کردن اشکال و دشواری اساسی واموندن من در موردش اتفاقا بسیار اندیشیدم که چرا ایرانیا اینجوری میپندارن و من از اونا گلایه بسیار داشتم در این که اینا چون نمیتونن ناتوانی های خودشونو بپذیرن هی باید دنبال تئوری توطئه و نمیدونم دشمن کامی و اینا برن مم. تا اینکه به حمد به گذار زمان در دانش آموزی و دانشجوی و اینا من آشنا شدم با یه شماری از اعراب عرب های اردن نمیدونم مصر اینا و وقتی من اونا رو دیدم دیدم که در مقایسه با اونا ایرانی ها یه مش انگلیسی خونسرد نخشریز تمام منطقی هن. اونا دیگه به حالتی به این تئوری های توتعه و اینا ایمان دارن که دیگه با جنون پهلو میزنه و وقتی من اینو دیدم تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده چون ایرانی قبل از اسلام اینجوری نبودن اونا همش تو جهان واقعیت و ترسیم دارن نقشه و لشگر و گرفتن و زدن و به جهان واقعیت و به احرام های واقعی باور داشتن این یک اینا وقتی که مسلمون شدن دوست اتفاق باشون افتاد دیگه حالت نابش تو اون عربه میبینی اینا فقط بدلن یعنی یعنی مثلا نشدن باز بادی از اون خورده همینجوری دیوونه شدن اون یکی اصلش چیه سیستمش اینجوریه که چون اسلام که اصلا اون برآمده از اون فرهنگ خود بزرگبینی عربی و اون قبیله و اون مرد خود بزرگبین و عجب و غریب و ایناست به انسان این احساس رو میده که به مجرد اینکه تو مسلمون شدی دیگه تخم دو زرده کردی و اشرف مخلوقات شدی و بقیه غلط کردن و گمراهن و باطلن و تو بتو بکشیشون و الاخر این احساس رو وقتی به انسان تزریق میکنه اون انسان خیلی ارزان یعنی بدون اینکه دستاوردی داشته بوده باشه دچار احساسات خود بزرگ بینی بیمارگونه میشه خب یه همچین آدمی بدن چجوری میخواد بیاد از خودش نقد کنه که احتمالا سر تای کار من داشته مثل مویستر نیست درست. این وقتی میخواد در از اون نقد در بیاره اصلا به جنون دوچار میشه این نمیتونه و این بلابرای این مجبور گنهکار دیگر رو پیدا کنه م. و این گنهکار خائنین جاسازی شده هستند که تعدادشون هم از شماره ستارگان بیشتره و اینها از دور مثلا رهیازی میشن میدون هدایت میشن فلان و حالا ما زمان و اینا که خراب میکنن اگر ما خودمون خیلی ماتاخ بودیم چخ ماتاخ اصلا خراب محال بود بشه اینا باید خراب میکردند. <تصفح> زمان زمان قاجار تا یه اندازه‌ای ما داشتیم خائنین سرراست بس. اون دیگه چون دیگه بس که کشور پاشیده بود و دولت قاجار بی, بی, بی خیال بود رو به نگهداری و پرورش قوم بس که آدم کشی بود و امنیت نبود برخی هم میرفتن تو توی سفارت ها کار می و بعد از یه مدت که کاملا تن در می و دیگه خائن واقعا سرراست می شدن ولی اونا شمارشون شناخته شده بود و هر کسی هم داخل دولت می این یکی کارگزار سفارت انگلیزه اون یکی کارگزار سفارت روس، شمارشون هم کهکشانی نبود یه تعدادی بود و شناخته شده بودن از زمان پهلوی اول به این سوی که ایران استقلال اداری پیدا کرد بخش بزرگی از این خائنین سرراست کم شد نسلش کم شد دیگه ارتباط مثلا دورا دور با انگلیسی ها بود میگفتن یارو میونه خوبی با انگلیسی ها داره مثلا سفارتم اگه لازم بشه رفت آمد داره ولی افراد احساس میکردن که دیگه کشور خودشون تا انزای زیادی میتونه از اون دفاع کنه حالت سرسپردگی دیگه از میان رفته بود برس. آره اون سرسپردگی اون مالی خولیای عجیب غلی به زمان قاجار دیگه نبود و خیلیا که این دور زمانه پشت سرشون میگن این ایجنت این بود اون مامور اون بود بی خوده فقط یه تماسایی داشت اصل فاجعه ای که ما در این پس از رفتن قاجار داریم تا انقلاب اه، اه، اسلامی هر جا که کم بود و کاستی بود از یا بود <تصفح> <تصفح> کسی به مصدق نگفته بود که اینجوری <تصفح> عصبی باشه <تصفح> لازم نبود کسی هم به رزمارا نگفته بود که جواب اینو تو مجلس اونجوری عصبی بده آخه میدونی که چه جوابی به هم میدادن این میومد میگفتش که آقا هر کسی بخواد کوچکترین نزدیکی یا همنشینی یا همبرنهی کامپرومیسی با مثلا نیروهای فرنگی بکنه این دیگه خائن تمام ایار محدور و دم فلانه این عصبی با اصلا اون برم رزمارا بود که می اومد پای تریبون سخنرانی و شروع میکرد این افرادی رو که هوادار این گونه سیاست بودن رو به شدت تحقیر کردن که ای آقایون شما که حتی نمیتونید یه کارخونه سیمانکاری بگردونید هر هر کر کر خب شما چه جوری میخواد کشور مستقل آقا این شیوه حرف زدن با هم دیگه مم. نه این لازم بود مصدق لازم بود هی بیاد با اعصاب کو بگن محدور و دمه که غیر مصابی خونش بریزید. مم. نه اون یکی لازم بود بیاد اینا رو مسخره کنه آقا آدم میتونه با همدیگه محترمانه صحبت البته اگه کسی من بپرسه که آخر به نظر تو تقصیر کی بیشتر بود شاید تقصیر گروه جپ ملی باز بیشتر بود تا اونایی که به دربار نزدیک بودن و میگفتن باید یه خورده آرامتر کنار اومد با فرنگی‌ها این ما انگلیسی‌ها ولی اینطور نبود که تقصیر مال جبهه ملی یا نه مثلا 95 درصد باشه مثلا مال نا نا مثلا شاید آخرش بگرده تمام مو رو از ماس بکش بیرون مثلا 60 به 40 داستان چون اون کی ها هم میتونستن منطقی با اینا برخورد. حالا تقصیر اصلی اگه من که بیسمورس کیه تقصیر اصلی اصلا با بدنه قومه رست. بدنه قوم هم وقتی عصبی باشه خب از عصبی ها خوشش میاد درست شما ببین یکی از دلایلی که شاید مثلا رزمارا هم مثلا جواب اینا رو با نیمه مثلا توهین میداد این بود که تو جامعه خودش اینجوری آموخته بود که ام، علی یا حاج علی نامش این بود که اگه تو محترمانه سخن بگی و آرام سخن بگی که مثلا این فرمایش که شما دارید کار نخواهد کرد ما پیش نیاز سنتیشو نداریم اینو نداریم اونو نداریم شنونده ها اصلا نمیگیرن یا میگن این یارو سسوله شنوندا از اون کسای خوششون میاد تو خاور زمین که به طرف مقابل دشنام میده اونو میگن مرده بنابراین تو باید وقتی بری پشت تریبون اینا رو مسخره کنی تحقیر کنی این یکی هم که میان با عصا میکوبن و دشنام میدن میگن محدود دمه تو هم میگید خر خودتی اینجوری آقا اینجا صحبت میکنی ساعتا میشنون اگه بیان اونجا منطقی صحبت کنی مثلا مثل ماک خوابشون میبره یعنی برای اینکه هموطنان مستاقم بدونن نمونم بدونن وقتی میگیم که این بر میگرده به همون خوی و خس... خصلت اسلامی که در ما متاسفانه ریشه زده بوده و واکنش های بسیار عصبی پرخاشگر و نیمه دیوانه رو بروز میده فقط نگاه کنیم به تعداد ترورهای فدایان اسلام توی مدت خیلی کوتاه یعنی دو بار ترور کستوی که برجسته ترین روشن فکر ایران در اون سالها بود که یه بار زخمی شد بار دوم در کاخ دادگستری کشتنش حجیر حسن علی منصور حسین علا که زخمی شد نمرد بعدا حسن علی منصور یعنی شما می چار تا نخست وزیر وزیر دربار توی فاصله زمانی خیلی کوتاه کشته میشه من تاریخ جهان رو نمیدونم ولی تا جایی که میدونم ندیدم نشنیدم که حدود پنج تا نخست وزیر و وزیر دربار در یک کشور توسط یک گروه مسلح ظرف چند سال خیلی مدت کوتاهی ترور بشن و راست راست بگردن و بازم تو شبکه مساجد برن بیان براشون صلوات هم بفرستن بنابراین چیزی که ما داریم میگیم گمان زنی نیست شاخص ترین پر آوازه ترین سازمان اسلامی اون سالها یعنی اسلام یه یعنی رکورد زده میتونه تو گنس بوک بره شما سراغ سازمان تروریستی مثل بادر آلمان و نمیدونم جریان بریگاد سرخ ایتالیا و هر جایی که برید حتی سازمان های در مثلا امریکای جنوبی حتی در خواهر میانی همچی چیز پیدا نمیکنید که شخصیت های تراز در حد نخستوزی وزیر دربار چند تا تو فاصله کدا بعد سازمان هم بمونه تازه حالا چند تا لات و لوتاشونی گرفتن ادام کردن ولی برها سازمان مونده بود دوام آورده بود دستکم حالا رو کاغذ مجالسش هم داشت تو همین انقلاب بعد از انقلاب که به پستای خیلی خوبی رسیدن حالا اونا که دیگه یک راست مسلمون بودن و آدم کش بودن دیوان و داستان دیگه است ولی این بدنه قوم هم از این اسلامش بگذاره این هزار سال دشمنی با منطق و عصبیت رو گرفته حالا اونا ممکن یه همشون یه آدم کش نباشن اون حالت ولی دشمنی با منطق و عصبیت رو گرفتن یعنی اگه یه کسی مثلا مثلا مثل مصدق بیاد بگه که آقا اینا اینایی که میخوان مز... راه آرام تره برن اینا خائنن اینا ادامه دهندگان استعمار رو از این حرف هستند و داد و بیداد و اینا صدا کنه گریه کنه اینا اینو خوب میفهمن و طرف مقابل اگه بیاد بگه که ایشون اشتباه میگه چون مثلا زیر ساخت این وجود نداره زیر ساخت اون وجود نداره باید این راه رو رفت مثلا نمیگم کدومشون داره فعلا درست میگه میگم فقط آرام پاسخ بده <تص> اصلا گوش نمیکنن یعنی بعد از سخنرانی نفر دوم که ممکنه تو بهترین پارسی هم سخن گفته باشه <متصف> بیای از شنونده ها مثلا تو همون رادیوهای اون موقع بقال فلانی شاطر فلانی اینا حتی پزشک فلانی بپرسی آی وزیر داشت چی میگو میگو من نگرفتم او اولی خوب بود او خیلی غیرت داشت دومی اصلا یادش نیست اونی که داشت آرام سخن گفته چی گفتی مردی که اصلا کی بود <متصف> <متصف> خب بنابراین مجبور بوده که اونم به اینا دشنام بده yes. که بشنونش خب این خب این دیگه چه جور کشوری یه دیوانه خانه است دیگه خب این که اون موقع به،, به جای منجر میشه که دیگه خود اون افرادی هم که یه هدف مشترک دنبال میکنن چون آخر سر هدف مصدق و رزم ما اینا حالا اگه yes. بهش ولی بدون اینکه خودشون بدونن 85 درصد یکی بود هدف این بود که آقا ما میخوایم این کشور رو هر چه زودتر به یک پایگاه برکشیده برسونیم که از صنعتی از خودشون دفاع کنه و بعد استقلال کامل داشته باشه yes. حالا یکی میگفت اول باید اون فرنگیا رو با تیپا بنازی بیرون بعد پیمان کار بیری بسازیم مم. یکی میگفت فرنگی رو روز اول نباید دشمن خودت کنیم با 5 پنجو بار جلو بعد میسازیم تعداد پرسونل که از حدی رفت بالاتر بعد میزمیشون کامل بیرون هر کاری خواستیم بکنیم درست اصلا شاید لازم نمیشه که بیرون مثلا جوینت ونچر پدید میاد همکاری و اینا با نیروهای صنعتی اونا درست ولی مهم این نیستش که اینا ف... ن... ف... اختلاف نظر دارن مهم اینه که نمیتون با هم حرف بزنن مهم اینه که جز با دشنام با هم نمیتونن همرسانی کنن کمونیکیت کنن این نکته جالبش در جهان اسلام اینه جز با دشنام و طرف مقابل رو منحرف کامل خواندن و خود رو حق کامل خواندن که همون برخورد حق با باطل دیگه بله این کانسپت دیگه نمیشه حالا داستان این که این درگیری ها چه جوری بالا رفت حالا چه چه یه خورده باید بگیم یه خورده بگیم. حالا نوبت مصدق شد نخست وزیری شاه هم اومد بهش گفتش که خب حالا شما میخواد تکنیک خودتو رو پیاده کنی که اینا رو اول بدا. حتی کام بندازیم بیرون بعد دیگه بعد بسازیم که بفهمید و راه درگیری و برو منم پشت هستم ولی حالا دیگه ببینیم حالا به کار به کجا میرسه و مصدق بر این باور بود که من همه مشکلات دیگر رو هم میخوام همزمان حل کنم که بتونم تحکم داشته باشم در مجلس مثلا میگفت انتخابات ما خب همیشه توش تقلب میشه من باید جلوی تقلبات مثلا بگیرم سر این مسئله اومد فشار گذاشت که من باید کنترل ارتش رو هم از شاه بگیرم درست. که حالا توی کشور تمام دموکرات کنترل ارتش دست نخست وزیر می بود اون چیز غیر عادی نبود ولی من بار پیش عرض کرده بودم که محمد رضا شاه بر این باور بود و درستم بر این باور بود که پروژه دگرآموزی و دگرسازی سازی کشور که پدرش فقط تونسته بود 16 سال دنبال کنه حالا پلاس 4 20 سال این هنوز به پایان نرسید این باید 20 سال دیگه دامه پیدا می کرد و حالا چون ما, ما با, دیکتاتوری کامل نمیخوایم ادامه بدیم ولی یه جوری باشه که دسته که من بابان شاه از راه کنترل ارتش جلوی کودتاهای عجیب و غریب رو بگیرم که ما یهو باناناس ریپابلیک نشیم یه <اهم> مقدارم تعکم داشته باشم رو نخست وزیرها که اینا کارشون دیگه بخور بخور و به چاپ نشه بلکه یه مسیر رو دنبال کنه یعنی مثل پاکستان و مکزیکو اینا نشه بلکه یه مسیر سازندگی رو دنبال کنن من یه مقدار به این اهرام ارتش و اینا نیاز دارم یعنی در حقیقت یه مقدار با تعکم من اینجا باشه مجلس سنا هم که میخواست که نیمی از نمایندگار خودش برنهه که بعد اون موقع یه مثلا قوت سی سی و درصدی پیدا کنه علیه مثلا حالا 6 درصد قوت نخواست وزیر مصدق با این مسئله به شدت مخالف بود گفت این چه جور دموکراسیه باید کنترل ارتش دست من باشه و ژاندارمری که من جلوی این دستکاری اونا تو انتخاباتو بگیرم و از طرف دیگه هم من چیزی به نام تحکم حتی نسبی یا سی درصدی شاه نام نمیشناسم و, و همین الان باید دموکراسی کامل اینجا برپا بشه و سر این مسئله نمیتونست به کامپرومیس برسه به توافق برسه با شاه و کار رسید به درگیری های سی تیر یعنی وقتی شاه از یه حدی نخواست کوتاه بیاد ببینید نسبت به انتقال کنترل ارتش مصدق استفا داد و چون مردم هم به فضای براشفته به سر میبردن چون خیال میکنن که این اومده که ملی کنه کشور آزاد کنه و شاه نمیذاره شاه نمیذاره ریختن تو خیابون و درگیری شد و شربانی شلیک کرد و خیلی مردن یعنی وقتی که مصدق استفادات قوام رو آوردند، با امید اینکه قوام بتونه داستان رو رله کنه که اونم در توانش نبود ببیشه بخاطر اون درگیری که سر سی تیر شد همش پنج روز نخواست وزیر بود و بعد باید میرفت اون دور اول مصدق یک سال و دو سه ماهی بود بعد قوام اومد سر اون درگیری های سی تیر پنج روز و بعد باید دیگه بخاطر خاطر اون همه کشته استفا میداد بعد دوباره خب مصدق اومد مصدق اومد این بارم یه سال و یه ماهی بود و شاه این بار دیگه کوتاه اومد گفت اوکی ارتشو میخواد کنترلش مال تو بفرمایید ببینم چی کار میکنی. خب مصدقم هم اون اون همون مسیر رو رفت که گفته بود میخواد بره یعنی اینکه که نفت رو میخواد به ناگهان ملی کنه انگلیسی ها رو بیرون کنه حال و حوصله قرامت دادن اساسی هم نداره و حاضر جلوی دادگاه های مثلا بدون المللی هم از این داستان دفاع کنه یا دست کم نشون بده که این شرکت نفت ایران انگلیس این چاپیده دزدیده اصلا اصلا قرامت اصلا حق نداره حرف بزنم یه همچین مسیری و شاه هم و دربار هم همش از این نگران بودن که آیا زور ما واقعا به انگلیسی ها میرسه ما تو اون موقعیت هستیم اونقدر کارشناس و آدم تحصیل کرده و اینا داریم که بتونیم همین الان این اونا رو کاملا بیرون کنیم استقلال کامل به دست بیاریم به یکی از دشواری ها این بود که آمریکا که تا پیشتر یه جورای پشت ایران وایساده بود و اونم طرفداری میکرد از قرارداد پنجاه پنجاه تو درآمد نفت میونه ایران و شرکت ایران نفت ایران انگلیس که سهم ایران برکشیده بشه به 50 درصد قبلش کم بود زیر 20 درصد بود برکشیده بشه به پنجا پنجا آمریکا هم از این پشتیبانی میکرد وقتی که مصدق پافشاری کرد که من همه نفت باید ملی بشه و فلان خود آمریکا هم نگران شد م. چون گفتش که خب این قراردادایی که ما خودمونم با مکزیک داریم با سرزمین های نفتی با عربستان داریم خب اونان فردا میان میگن که چرا ایران کاملا ملی کرده ولی ما پنجا پنجا داریم میکنیم م. و این نا... نگرانی ها با مصدق مطرح شد و اون گفتش که به من ربط نداره ما کار ایران رو میکنیم ولی خب این معلوم بود که الگوی هم برای اونا میشه و از اینجا بود که آمریکا مسیرش رو عوض کرد و رفت به انگلیس نزدیک شد و کم کم این طرح برآمد که به هر بهای شده باید از شر این نخواست وزیر آسوده بشیم و این هم در حقیقت مشکلاتی بود که از قبل از اینکه این کارا را بیفته کسایی مثل رزمارا یا خود شاب برای مصدق توضیح داده بودن که عیز من اگه زورمون میرسید که خب سرش رو میبریدیم دیگه دلیل اینکه ما میگیم مدارا میکنیم دلیل نیستش که ما خائن مادرزادی هستیم بلکه به میزان زور نگاه میکنیم باید. و اول بذار پنجا رو بگیریم اینجا رو بسازیم بعد 15 سال دیگه از موضع قدرت میتونیم بندازشون بیرونی هر بلایی که میخوای سرشون بری یا نخواست بعد از تو که حالا میان و مصدق خب اینو پذیرا نبود میگفت همین الان باید همه چی به دست بیاد که خودش به این سیاست میگفت سیاست یا همه چیز یا هیچ چیز و خب یه موقعی که مصدق پس از سیه تیر 1331 و اتفاقاتی که افتاد پس از چهار روز دوباره به نخست وزیری برگشت بار دوم که اومد و کنترل ارتش رو از طریق وزیر جنگ عهده دار شد که وزیر جنگ رو فکر کنم سرتیب ریاهی گذاشت که از نزدیکان خودش بود یک به اصطلاح پاکسازی سراسری در ارتش رخ داد در سطوح بالا و خیلی از تیم ارتش رو خونه نشین کرد بازنشست کرد و تقریبا میشه گفت که هر که فکر میکرد به نوعی وفاداریش بیشتر با شاه تا با نخست وزیر خونه نشین کرد این رفتار یه مقدار باز همون رفتار خاورزمینی است که شما میایید و عرصه جایی رو که تخصص درش نداری و دست میگیری و مثل های مسلح و اول اقدامی که میکنی میخوای مورای خود بچینی حالا وزیر دفاع رو حق داری میذاری ولی وزیر دفاع میره به خواست شما میاد مثلا چه 50 تا تیمسار رو از کار برکنار میکنه چون حس میکنه اینها ممکنه فرمانبری سر زمان مقرر نکنن و این هم یه خوی نمیدونم شرقیست یا خوی معاصر ایران بله که بلا فاصله میگه من جای حساس رو بگیرم و همین پیش میره از سوی دیگه فقط نفر در مورد ارتش نبود توی مجلس من اتفاق افتاد خود مصدق در هنگام که میخواست نخواست وزیر بشه دور اول آمد گفت من لایه استایی انتخابات رو دارم انتخابات انجام شد مجلس شورای ملی تشکیل شد ایشون اومد وقتی در مجلس ها مخالفت های اوبرو شد و دید کار به بومبست خورده حرکتی کرد که این حرکت یه حرکت منطقی نبود اومد بیرون مجلس داد و بیداد کرد که هر جا مردم باشن مجلسه خب این حرف ممکنه جمله زیبایی باشه ولی بی یعنی که هر جا مردم باشن مجلس پس مجلس شورای ملی واسه چی تشکیل شده و بعد ابدایی کرد یه رفراندوم کرد که آقا مجلس رو منحل کنیم یا نکنیم خب مردم که اون موقع مدت... هم... تمام مدت همون راهی رو داشت میرفت مهم. که محمد رضا پیش بینی کرده بود این میره یا تمام کشورهای از نظر روحی دارای مشکلات فرهنگی و توسعه نیافته وقتی دموکراسی میشن میرن که همیشه سر از پوپولیزم در میارن دیگه و وضعیت آشفته یا میشن پاکستان یا میشن مکزیک اینم هم. هم همون راهو داشت میرفت آد... آدم وقتی از این همچین کشوری برآمده با فرهنگ اونجا اتوماتیک این راهو میره چون ایشونو اگر ما میوردیم اینجا ازش میپرسیدی که شماره یک چرا داری تو ارتش پاکسازی میکنی اون برمیگشت به شما میگفت اینا همه افسران چیزن گوش به فرمانن اینا افسران ملی نیستن و من باید هر چه زودتر اینا رو پاکسازی کنم که افسران ملی بر جای اونا بنشینن و بعد اینا تصمیمات ملی از جفا بعد بهش گفت عیز من شما تو عمرت اصل کامپرامیس رو نشنیدی تو اگر وقتی اومدی و خواستی پاکسازی هم بکنی یه خیلی ملایمی باشه ده درصد کاری و که میخواستی انجام بدی فرند انجام بده بذار ده درصد پانزده درصد بهبود بیاد مگه نمیگی برخی رو جایگزین کنی کمتر تقلب میشه توی صندوق ها فلان بسوینا با یه ورژن با یه گشتگون ده درصدی آغاز کن ببینیم چی میشه فعلا و یه کاری هم بکن که اونا از آینده نترسن که بعد یا جلو دوراهی بیافتن که یا باید تو رو به زور ساقط کنن یا اینکه دیگه آینده خودشون اون چیزی که عادت دارن تا الان یا میشناختن به هم میریزه مم. یه این که خب این کسان بکنار اصلا راضی نبود به همچین ورژنی مسئله دوم دیگر این بود که همینی که میگی آخر سر میگفت آقا اگه مجد... ببخشید برای هموطنانی که ممکن انگلیسی رو در نیابن اصل کامپرامیس منظور شهرام سازگاری است حالا سازگاری هم نیست کامپرامیس یه عکت ویژه که آدم به یک بعد از برهم خورد نظرها به یک نظر یکسان میرسه که من ترجمهش کردم تو فارسی با برهم نهش یعنی اینکه بر هم می نهیم اون برنهادن که میشه تو فارسی دری مقرر کردن بعد بر هم نهیم یعنی که با هم اینترکت می کنیم بر هم کنش داریم و بعد بر هم می نهیم. با هم بر می کنسنسوس رو برخی ترجمه کردن که یه چیزی نزدیک به کامپرامیسه با همرایی یا همرایش یعنی به یه رای میرسیم ولی این فرقش با اون که یه درگیری قبلش بوده بعد با هم مقرر میکنیم از کنپرومیتره ام، ام یعنی با هم پیشنهاد کردن و با هم برنهادن من فیلم میکنم برهم نهش رو شاید یه بهترم پیدا کنیم این من چون واژه خیلی ناشناخته است نمیگفتم برهم نهش به برهم نهش برسیم و این خب ارتش من باید خیلی زود پاکسازی کنم اگه مجلس با من مخالفت میکنه این, این مجلس خائنه همون نماینده های دست نشانده من باید زود اینا رو از شرشون خلاص بشم زود باید قانون انتخابات تغییر بده زود همه چی باید اونجور بشه که من میخوام و یکی خب یکی کسی نبود بگی که آقا وقتی تو خودت زود 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 داری میدی و وقتی هم کسی مخالفت میکنه اصلا میزنی کنار میگی اصلا مجلس نیست من... اون چیزی که من میگم مجلسه مجلس خود مردمان خیابونه فلان خب عیز من داری همون راه کشورهای توسعه نیافته مثل مکزیکینا رو میری داری داری پاپولیست میشی همه اگه همش گلایی نمی کردی که خود شاه و اینا وقتی که با مجلس بر می خوره می بینه نظرش با نظر اونا یکسان نیست کوشش می کنه مثلا فشار بیاره که آخر اونی بشه که اون می خواد و گلایی می کردی که چرا فشار می خودت هم که داره اون کار می کنی که اصلا ایشون کاری که که پیشینه نداشت انحلال مجلس بله ولی اجلا... دولت ببوده دولت با. بمونه ولی مجلس منحل بشه بعد با اون شیوه از رای که صندوقها رو جای گوناگون بذار اونایی که مخالفن توده یا اونجا باعث بودن با چماغ اونا رو بزنن یعنی به بدترین حالت پوپولیزم های آمریکای لاتین داشت دوچار میشد در حال همون باناناس ریپابلیکی داشت میشد که شاه پیش بینی کرده بود میشه و تمام اینام از از بدخواهی نمت... از عصبیت اسلامی میومد یعنی خاورزمینی زمینی مسلمون که همیشه خیال میکنه حق با منه و بقیه باطل و خائنن حالا کار به یه جایی رسوندن که بعدا به طرف 28 مرداد رفت ما الان چقدر زمان داریم شانجان من فکر کنم باید از شعر اسکرین درش بیاریم برای اینکه تقریبا پایان زمان رسیدیم خب رسیدیم امیدوارم که نشست آینده که در مورد 25 و 28 مورد هم سخن میگیم شاید شاید بتونیم یه مقدار از اپامی که برای خیلی از همیانان تو این زمینه وجود داره رو باز کنیم و از اون حالت عصبیت خودمون هم فاصله داشته باشیم و اون چیزی که واقعا انجام شده رو بگیم وقتی که تصویر رزمارا رو داشتم میدیدم شرم داشتم میاندیشیدم که بعد از رضا شاه که البته در هنگام نخست وزیری سردار سپه بود رزمارا فکر کنم دومین نظامی بود که در ایران نخست وزیری شد و فکر کنم و هم ازهاری بود که سال 57 شد ما یه نخست وزیر نظامی نداشتیم این ستن بودن که اومدن داشتم فکر میکردم این دکترم بگم اینکه شاه اصرار داشت پافشاری میکرد که ارتش در زیر فرمان شخص اول کشور یعنی خودش بمونه من متوجه به اون چیزی که پس از جنگ دوم جهانی رخ داد در کشورهای منطقه در خاور نزدیک و خاور میانه واقعا به شاه حق میدن در مصر کودت های خونینی شد و به استفاده افسران جوان اومدن و فاروق رو سرنگون کردن با وضعیت خیلی بدی در عراق کودتا شد و کودتای خیلی خونینی بود ملک فیصل رو سرنگون کردن ملک فیصل و خانوادش قتل هم شدن در یونان حکومت سرهنگا با سرنگون کردن کانستانتین پادشاه یونان همراه شده بود یعنی شما نگاه میکنی اینجا اونجا در افغانستان حالا خیلی سالها بعد ولی بازم در زمان محمد در حقیقت پسر عموی محمد زاشا علیه او کرد هر جایی که ارتش در اختیار یا زیر فرمان شاه نبود تو همین کشورهای در حال توسعه یا اصلا توسعه نیافته شما میبینید که اتفاق رخ داد حالا در اتیوپی مثلا یه گروبانی اومد کودتا کرد هایل سلاسی شاه این کشور رو که فکر کنم خاندانش بود دو هزار سال دون دودمان در اتیوپی شاهی کرده بودند دو با شکنجه کشت و کسایی که به قدرت رسیدن در اثر این کودتا هم عمدتا آدم حسابی نبودن شما فقط تصور سر بریده مثلا ملک فیصل رو در عراق داری میکنی و اون اتفاقاتی که در اونجا افتاد طبیعی که هر رهبری از جمله محمد هر شاه حق داره که تصور کنه که نیروهای مسلح باید در دست خودش بمونن و دست کم یک نفوذ غیر قابل دار کردنی و در میان نیروهای مسلح داشته باشه چون تو منطقه نشون داده شده بود هر که ارتش رو داره قدرت رو داره به حال میگم تجربیات دورورم شهرام جان مزید بر علت بود و دوچندان کرده بود میل شاه رو بر این پافشاری یعنی فقط به خاطر حس قدرت طلبی نبود واقعا یه حاشیه امنیتی هم ایجاد میکرد واسه امنیت کشور در حالا به طرف 25 مرداد که بریم بعد من کاستی ها و رفتار اشتباه دربار رو هم توضیح میدم اینجا الان یه خورده بیشتر رو عصبیت های جبه ملی بود هم. به حمدالله هم با همون سیستم بیلدیک بیلچگون در کار میکرد اونجا یعنی که از هر دو طرف آدم عاقل نبود حالا میریم جو آقل. بسیار عالی ما هفته دیگر که این برنامه رو نداریم چون ما دو هفته یه بار من و شهرام این برنامه رو داریم هفته دیگر حتما برندگان مسابقه شاهنامه جنبش رونسانس ایرانی رو معرفی میکنیم و کارهاشون هم میکوشیم تا تو چند دقیقه در برنامه اینجا نشون بدیم همینا که در مسابقه شرکت کردن هفته دیگر <applause> از تلویزیون پارس بیننده برنامه باشن تا برندگان رو بشناسن یا اگر نرسیدن از طریق یوتیوب پیگیر باشن چون بعد لازم تماس بگیرن و اگر جزء برندگان بودن به ما کمک کنن تا بتوانیم مبالغی که بردن رو براشون روانه کنیم سپاس بسیار از توجهتون و روز شبتون خوش بدرود.